آقای شفیق رو بفرستین تو اتاقه. آقا میتونم بیا؟ بیا تو. بشین. ممنونم. من پرونده ی حساب پروژه مهربانو میخوام. پرونده ی پروژه مهربان؟ ولی آقا اون پرونده که پیش من نیست. نیست؟ یعنی چی که نیست؟ آقا اون که پیش حسناست. ولی اون که امروز نیومده. بله آقا. اون پرونده خیلی مهمه. منم باید میبردمش بانک. به کس دیگه ای نسپرده؟ نه آقا. آدم به این بی‌مسئولیتی؟ بدون اطلاع مرخصی گرفته، پرونده رو به کسی نداده. آقا اون همچین دختری نیست. خیلی هم با مسئولیته. شاید کار ضروری پیش اومده واسش. بیچاره از یه خانواده فقیر و تنها نونآور خانواده‌شه. باشه، پس شماره شو برام بفرست. متاسفانه گوشی نداره. شماره خونه که داره. آره، براتون میفرستم. ممنون. مامان، میخوام یه چیزی بهت بگم. اتفاق بعدی افتاده؟ به هم بگو چی شده. مامان، من دارم عروسی میکنم. مامان نگران نباش، علی خیلی پسر خوبیه، خیلی مراقبمه. من امروز هرچی هستم به خاطر اونه. تولید کننده خیلی بزرگیه، میدونی فیلم تولید میکنه و من خیلی دوستش دارم. قربونت برم دختر عزیزم. امروز منو خیلی خوشحال کردی. این آرزوی من بود که تو رو تو لباس عروسی ببینم. الهی من قربونت برم. راستی باید منو باهاش آشنا بکنی. میخوام ببینمش. چرا که نه مامان، فکر کنم خودش اومد. سلام تمنا. سلام. تبریک میگم بابت خونه جدیدت. خیلی ممنونم. بفرمایید داخل. ایشون مامانمه. سلام علیکم. علیک سلام، زنده باشی پسرم، ماشالله. میدونم این همون علیه که همین الان داشتی تعریفشو میکردی. از این پسر خیلی خوشم اومد. زنده باشی مامان. چرا خجالت میکشی دخترم؟ من که از سلیقت خوشم اومد. من خیلی خوشحالم. پسرم، چرا مامان بابات نیومدن؟ آخه باید بیان درباره عروسی حرف بزنی. مامان، اینو نیست. این رافه خانه، با هم تو فیلم ها کار میکنیم، بازیگره. این یکی دیگه است؟ آره. منو ببخش پسرم، من تو رو اشتباه گرفتم. اشکالی نداره، بریم بشینیم. بفرمایید، بیاید بشین. الو، ببخشید با کی صحبت؟ خودت بگو کی هستی. من با شماره یه خانم حسنا تماس گرفتم. چه حسنا را انداختی؟ درست بگو ببینم کی هستی و با حسنا چی کار داری. ها؟ این چه طرز حرف زدنه؟ من رئیسشم و میخوام باهاش حرف بزنم. لطفا گوشی رو بهش بدین. چرا باید گوشی رو بدم بهش؟ ها؟ تو تو شرکت رئیسی، اینجا خونه منه، خونه بیلو، فهمیدی؟ گوشی رو بده، من رئیسمه. لطفا رئیسمه. ببخشید آقا. حسنا، این کی بود؟ پسر داییم آقا. بهتره بهش ادب یاد بدی. برخواد بگذاریم. چرا امروز نیومدی سر کار؟ آقا، امروز حال داییم اصلا خوب نبود. من برگ مرخصی گرفته بودم. آره درسته، ولی ما یه سری کارهای مهم بانکی داشتیم که پرونده اطلاعاتش همش پیش شماست. آقا تموم پرونده ها رو میزمه. باشه من میبینم، تو نگران نباش. بهتره مراقب دایت باشی. بله. چرا بهش نگفتی نامزدتم؟ چون نیاز ندونستم. نیاز ندونستم؟
عجب لعنتی. لطفاً بفرمایید. شما حرف بزنین، من الان میام. خاله جان، از تمنا خیلی تعریفتون رو شنیده بودم، تازه الان میفهمم چرا. ماشالله صورت زیبای شما نشون میده تمنا به کی رفته. آره، همه فامیلم میگن که به من رفته. مینا اصلا شبیه منه. من واقعا خدا رو شکر میکنم که مینا به باباش نره، وگرنه اونم ریش در میآورد. خاله، خونه منم همین نزدیکی هست، گاهی به منم سر بزنید، مامام خیلی خوشحال میشه شما رو ببینه. نه پسرم، آخه چه دلیلی داره که من اونو ببینم؟ من باید بیام مامان تو ببینم. نه، منظورم مامانمه. آها، که اینطور. پس تو مامان تو اینجوری صدا میکنی؟ بله، حتما میبینمش. راستی میخواستم یه چیزی بپرسم. بله حتما. علی چه جور پسریه؟ منظورم اینه که فامیلاش چه جور آدمایی هستن؟ مامان، خواهر، برادر چند نفرن؟ خاله، واقعیتش اون که کسی رو نداره، فقط یه عمه داره که مسئول رسیدگی به کاروبار و خونشه. علی هم بدون رضایت اون هیچ کاری نمی کنه. باریکلا، پس اون پسر خیلی حرف گوش کنی هستش. حرف گوش کن که باید باشه، چون عمش همه اشتباهاتشو می پوشونه. منظورتو نمی فهمم. خاله، لطفاً بین خودمون بمونه. نه پسرم، من به کسی نمیگم. مطمئن باش به کسی نمیگم. چند روز پیش با یکی دعواش شده بود، گلوله خورده. شنیدم که به خاطر یه دختر بوده.